ملک ایرانیان. بینندگان گرامی، با درود فراوان به شما. همانطور که شما هم بیشتر از من متوجه شده اید، بهار و نوروز امسال نسبت به 40 سال گذشته رنگ و بوی دیگری پیدا کرده و ما در اکثر رسانه‌های فارسی زبان داخل کشور و حتی خارج از کشور آن را کاملا حس می‌کنیم و به همین دلیل برخورد کاملا متفاوتی را با آغاز سال 1397 همه ما شاهد شدیم. ناگفته نماند که علت اصلی این تفاوت هم صرفا نقش وقایع و رویدادهای سال گذشته کشور ماست، یعنی به پا خواستن توده گسترده از همیهنان ما در دی ماه گذشته و بیشتر از آن پیشرفت آزادی خواهی نسل جوان، مخصوصا زنان ایران که دختر خیابان انقلاب سرآمد آنهاست. این دو عامل اصلی طی سال گذشته باعث شده که افق آزادی خواهی در کشور ما گسترده شود و ما نقش بیشتر جامعه ایرانی داخل کشور در رابطه با خواستهای آزادی خواهان آنها را شاهد شویم. اتفاقا ما هم چند روز قبل در نگاهی که گذرا به سال گذشته داشتیم، همراه همکار گرامی علیرضا میبودی، این حس غریب را شاهد شدیم. شاید شما هم به همین نتیجه برسید. صبح نوروز آقای میبودی عزیز و یک بار دیگر مثل چند سال گذشته در خدمت در زمان تحویل سال نو. بله، چقدر خوشحالم در خدمت شما هستم. تبریک میگم سال 97 رو. منم خیلی خیلی خوشحالم. 96 رفت دیگه. بله، گذشت. هرگز بر نمیگرده. امیدوارم که در این سال نو ما شاهد تحولاتی باشیم در جهت منافع ملی خودمون، از همه مهمتر در جهت احقاق حقوق مردمانی که دارن قرنها تلاش میکنن به آزادی برسن و امیدها بیشتر شده. بله، خیلی به نظرم آزادی دار در دسترس. بله، بیش از این در دسترس نمیدونم. از یه فاصله بعید از آزادی سخن میگفتیم، در حالی که امروز میشه یواش یواش لمسش کرد، حسش کرد. شاید به این علت که هموطنان ما به ویژه جامعه زنان ایران این نوع خودآگاهی رسیده که در تاریخ بی‌سابقه است. در تاریخ بی‌سابقه است. مثلا در این جنبش اخیر و خیزش تازه‌ای که در مملکت رخ داد که 101 شهر رو در بر گرفت، البته جوان میگن 130 شهر، در اغلب شهرها خانم‌ها هدایت کننده اجتماعات مردم بودن و هم سعی میکردن که به شکلی هدایت بکنن که این روی مسالمت جویی خدشه ای نبینه، خدا نکرده این تظاهرات به خشونت میل نکنه. و به نتیجه هم رسید. بله، یکی از سران نظام اتفاقا دیدم هفته قبل اشاره کرد به همین ماه دی و گفت که اون قشری که آمدن بیرون شاید 10-20-30 هزار تن بیشتر نبودن، ولی ما میدانیم که در پشت این بسیار بسیار جمعیت گسترده‌ای بود که بیرون نیومدن، یعنی هم عقیده بودن ولی نیومدن به خیابون. جالبی که خود نظام این رو متوجه شد. ببین، زیر پوست جامعه ایران یه نارضایتی عمومی وجود داره، زیر پوست شدیدا، و این گروهی که تو خیابون‌ها بودن گروه الیت جامعه بودن، در واقع صدای بقیه هموطنان خودشون بودن. وقتی شما آمار میگیرید متوجه میشید از هر 10 ایرانی 9 نفر ناراضیه. درست. و میگن اگر تفکر و ذهنیت اون نفر دهم رو هم جراحی بکنید متوجه میشه اون ناراضی است ولی بروز نمیده. دقیقا. خب این یه رقم عجیبیه دیگه. با. نشون میده که جامعه ایران آماده تحول اساسی است. اگر این اتفاق نیفته، یعنی باید منتظر انفجار و انهدام. من خیلی جدی این قضیه رو میبینم. باور کنید تو این سالها که در غربت هستیم، اگه خاطرتون باشه از پاریس همیشه با هم در ارتباط صحبت، همیشه امیدوار بودیم که در سال آینده آزادی به ایران نزدیک بشه، ولی واقعا ما حس میکنیم این رو. الان داریم بوش میکنیم. خیلی باعث خوشحالیست. خب ببینید، نقش ایرانیان خارج از کشور هم در کنارش مهمه. خیلی با... خیلی مهمه. گروهی که واقعا سهم عمده‌ای داشتن و موفق شدن که به
به شکلی روشنگری بکنن که اثرات مثبت در گذشته اینگونه نبود. شاید روشنفکرها خیلی مقصر بودن، یعنی اون نقشی که باید داشته باشن به خاطر اینکه اغلب دستگاه تفکرشون اخذ شده از خارج بود دیگه، تفکر وارداتی بود. امروز همه ایرانی شدن، یعنی دنبال راه حل ایرانی هست. کسی علاقه نداره قانون رو از بلژیک اخذ بکنه یا از انگلیس برای ایران، همه دنبال راه حل ایرانی هستن برای خود ایران. در عصر اینترنت واقعا تحول بزرگی خیلی شما میبینید، خبرها همینطور که خودتون در جریان هستین دو دقیقه سه دقیقه بعد همه جا ممکن. خب این واسه نظام نمیتونه جلوش رو بگیره در این تظاهرات که میبینید کارگران دارن یا گروه های دیگه، یعنی هر کسی ویدیو میگیره 5 دقیقه بعد میذاره روی و به دست میرسه. رژیم دیگه قادر نیست اونطور خفه بکنه یا تنگ بکنه فضا ایران. به هر حال ما امیدواریم در این بامداد نوروز در دقایق اول سال 9397 شما ما رو مهمان کنیم به چند بیت از اشعار ناب بهاران. یکی از نوروزانهای من نوروزماندگار است تا یک جوانه باقیست جمع جانان تا این یگانه باقیست. بار دیگر بریدن نای نواش اما این ساز می نوازد می نوازد می نوازد تا یک ترانه باقیست. سینه به سینه گفتن ملت هایی که افسانه دارن هرگز نمی بیرن، چون این حکایت نسل به نسل منتقل میشه از طرف پدر بزرگ ها مادر بزرگ ها نسل بعدی. ملت هایی که اسطوره دارن، افسانه دارن، میت دارن، چهره های سلحشور دارن و ماندگار، اینا هرگز از تاریخ محو نمیشن. وای بر اون ملتی که میراث فرهنگی نداره، محکوم به زوال. سینه به سینه گفتند کوتاه تا شود شب، کوتاه میشود شب وقتی فسانه باقیست. وقتی افسانه هست شب تاریخ کوتاه میشه. نور نگاه کوروش بر بردگان بابل بعد از هزارها سال در حکمتانه باقیست. همین همدان موجود میدونی که کوروش اهل انشان بود، یعنی خوزستان مادها در حکمتانه بودن، یعنی کردهای عزیز و نازنین ما که مدنیت شگفتی رو پی افکندن. بکنید ترکیب دو مدنیت چی ساخت، چی تحویل ایران داد و چی برای ما میراث بود، واقعا از همشون باید سپاسگزاری کنیم. افراط کرد و تفرید این ساربان گمره، ایران من سفر خوش راه میانه باقیست. ما دنبال راه میانه دیگه نمیخوایم افراط کنیم، نمیخوایم تفرید بکنیم، نه افراط نه تفرید. میگه در حیرتم که بعد از کشتار عشق اینک در زیر سقف تاریخ عطر زنانه باقیست. خانم های ما عطر زنانه رو زیر سقف تاریخ پراکنده کردن و به این برای اولین بار بعد از هزار اندی سال که ما داریم بو میکنیم، یعنی استشمام میکنیم این فضایی رو که نشون میده نشانه تغییر روان ماست، تغییر روحیه ماست و حتی تغییرات اساسی در کل منطقه خاورمیانه است. نگاه کنید سرنوشت خانم ها در سعودی و در بقیه کشور. علی رضا جان میتونم بپرسم این احساس در تو کی به وجود آمد که این شعر رو تولید کردی؟ این شعر مال بعد از انقلاب دیگه، بعد از انقلاب. ربطی به این روزها نداره؟ نه خیر، مال بعد از انقلاب و فکر کنم در اروپا بودم که این شعر رو گفتم. آره و به روزگار ما خیلی میخوره. بله به هر حال دیگه ما از اون روزگار که دور نشو از خواسته های خودمون که ما یه خواست داریم، یه خواست محورین داریم، اونم آزادیه دیگه. در وجود ما مونده و تبدیل شده به یه خواست مزمن و امیدوارم که بهش برسیم دیگه. امیدوارم برسیم. منم امیدوارم. من نگاه میکنم نسبت به یک سال قبل که همینجا نشسته بودیم در ارتباط با سال نو، خیلی فضا خیلی عوض شد. خوشحال نبودی جدا. اگر دم از خوشحالی هم میزدیم من باب این بود که مردم رو نامید نکنم. دقیقاً. ولی این بار واقعا نه، مردم ما رو سرفراز کرد. آقای دیمونتی دختر خانم ها رفتن روی سکو. بله من یه شعر دارم مضمونش اینه دیگه، میگین رفتن روی سکو که ما سرون در گریبان بود دیگه، شرمنده بودیم در تار.
رفتن که ما برای نگاه کردن چون مجبور شدیم اینجوری سرمون رو بالا بگیریم. اینا ما رو سرفراز کرد. کاملا درست، کاملا. این دخترها ما رو سرفراز کرد، رفتن جایی ایستادن که دنیا ببینتشون، اما ببینه که چقدر اینا مسالمت جو هستن. نه طرفدار خشونت، نه طرفدار قهر، نه تصمیم کسی رو بکشن، نه چیز عجیب و غریبی میخواد. این روسری سفید رو کرده سر یک چوب ایستاده، هیچی هم نمیگه، تولید اعتبار کردن و به دنیا اثبات کرده که طرفدار مدنیت هم اینا نیمدن جاهلیت رو پرورش بدن یا یه فضای به اصطلاح فضای ناام برای بشری. نه، این پیام رو به دنیا دادن که ما طرفدار امنیت برای دنیا، ثبات برای دنیا، صلح برای دنیا، عشق برای دنیا، مسالمت، صلح، هر چیز خوبی دیگه. بله، نتیجه میگیریم که طی این یک سال قدم بسیار بزرگی برداشته شده. درسته؟ کاملا. اصلا بی سابقه است. کاملا. طی این یک سال امیدواریم سال آینده بشیم تلویزیون ایران با هم راجع به یک قدم سال 98 صحبت. 98 حتما. و یاد امروز گرامی داریم. بسیار خوشحال شدم. تشکر. و اما پخش برنامه هفته گذشته که استثنان شاد و مترنم بود، باعث عکس العمل چند تن از شما بینندگان عزیز شد که تقاضای موسیقی بیشتر از خوانندگان قدیمی را داشتید. البته باید یادآوری کنم که شما در برنامه ایران فردا به اندازه کافی از موسیقی مترنم بهره مند هستید و بهتر است که برنامه کوچه ایرانیان بیشتر به همین مصیبت وارده، یعنی 40 سال سیاه بپردازد که هنوز ناگفته های زیادی را در راه داریم. ولی از آنجایی که هنوز تعطیلات نوروزی را طی می‌کنیم، بگذارید که از قفسه آرشیو ما ترانه‌ای از زندیات هایده برایتان پخش کنیم که شاید این آتش موسیقی شما قدری فروکش کند. فقط یادآوری می‌کنم که کار ما پیگیری و پژوهش در ارتباط با این گره‌های باز نشده 40 سال گذشته است و برنامه‌های تفریحی را باید در دیگر برنامه‌های همکارانم هم که در این کار تخصص دارند بیابید. اما این ترانه زنده یاد هایده که عالم یک رنگی نام دارد در سال 1982، یعنی 3 سال پس از انقلاب تهیه گردیده و ویدیو آن هنوز رونمایی کامل نشده است. دوست هنرمند ما صادق نجوکی سازنده آهنگ آن است و جا دارد که آن را هدیه کنیم به یک هنرمند وفادار به هایده که در ارتباط با این خواننده فیلم بالا بلند و مستندی هم تهیه کرده است. آقای پژمان اکبرزاده پیانیست و ژورنالیست مقیم هلند. Thank you.
حال پس از دیدار با هایده بد نیست که پیگیر برنامه خودمان یعنی 40 سال سیاه بشویم که مسئله اساسی ماست. امروز یک بار دیگر به هومه پاریس می رویم و می نشینیم پای صحبت شاعر و نویسنده‌ای که طی این سالهای غربت نشینی همواره با قلم و احساس خود سیاهی این فاجعه تاریخی 40 ساله را ترسیم می کند. آقای جلالی خیلی خوشحالم که یک بار دیگه اینجا در پاریس در دفتر شخصی شما خدمتتون میرسم. منم خیلی خوشحالم از زیارت دوباره شما. خواهش میکنم. به هر حال ما خوشحال میشیم که هر سال میام و دیدگاه شما رو عرضه میکنیم به بینندگان ما. محبت. که خیلی طرفدار دیدگاه شما در ارتباط با نقدتون با جمهوری اسلامی که 40 سال بعد کشور ایران حاکمه. 4 دهه حکومت جمهوری اسلامی بر کشور ایران. درست. خواستم بدونم که شما که انقدر دقیقا به مسائل داخل کشور و خصوصیات جمهوری اسلامی در صحبتاتون میپردازید چه نگاهی دارید به تغییر و تحولاتی که طی 40 سال گذشته پیش آمده، یعنی این 40 سال حکومت اسلامی چه تغییراتی در زندگی ما ایرانیان در داخل کشور که من و شما البته حضور نداریم، فقط یه شناختی از دور داریم، و جامعه ایرانی خارج از کشور به وجود آورده؟ البته سوال بسیار وسیعیه و واقعا صحبت کردن در این زمینه نیازمند خیلی فرصت بیشتر و حتی به نظر من نوشتن این کتاب هاست، برای اینکه اتفاقاتی که افتاده اینقدر شگرف و عمیق و این زیر روی هایی که شده اینقدر گسترده و پرژرفا هست که نمیشه با صحبت کوتاهی اون رو سرتش رو هم آورد. ولی من فکر میکنم این تأثیرات عمیق و بی سابقه
واقعیت بزرگ اتفاقی که در این 38 سال پیش در کشور ما رخ داده و نو رسیدگان به قدرت اون رو انقلاب اسلامی نامیدن موجب گسست عمیقی در تاریخ ایران شد. این یکی از مهمترین مسائلی هست که برای ایران پیش اومده. ببخشید به نفعت، فقط خواستم بگم ما به زودی میشیم 40 سال، یعنی 4 دهه از حضور رژیم جمهوری اسلامی بر کشور ایران میگذره. دقیقا. این 4 دهه رقم کمی نیستش. بسیار جلانی. بله 40 سال در واقع. در این 40 سال این گسست عمیقی که عرض کردم به نظر من ابعاد گوناگونی داره که میشه اون رو در عرصه نهاد حکومت، نهاد دین و نهاد فرهنگ و جامعه دید و این گسست سگانه زندگی و به هر حال به طور کلی زندگی ایرانی ها رو زیر رو کرده. برای اولین بار در تاریخ ایران روحانیت که همواره در کنار حکومت و معمولا همدست سلاطین مستبد بود، حداقل تا پیش از مشروطه اینطور بود، خودش رأساً تاج و تخت رو تصاحب کرد و به جای سلطان مستبد به نام فقیه بر تخت سلطنت نشست با امکانات بیشتر. دقیقاً. و این یک رخداد بی سابقه در طول تاریخ ایران بود. این جا به جایی نتایج بسیار عظیمی به بار آورده که مهمترین اون گسست در نهاد دین، یعنی در شیعه 12 امامی این انقطاع رو ایجاد کرد که 500 سال دست کم دست نخورده باقی مونده بود. این دگرگونی روحانیت رو بدل به حاکم چکمه پوش و زورگو و شکنجهگری کرد که برای حفظ موقعیت خودش در رأس حکومت دست به قتل و جنایت میزند. در واقع معنای روحانی خودش رو با امتیاز حفظ قدرت تاخت زده و شیعه اثناعشری در ایران به این معنی فاقد روحانیت شد، یعنی روحانیت خودش رو از دست داد که قرار بود ارزش‌های معنوی و دینی و مسائل شرعی مؤمنان رو پاسداری بکنه، برای این ساخته شده بود. پس تغییر تحول بزرگی هم در جامعه روحانیت پیش آمد. دقیقاً. اول اون یعنی اهمیت پر اهمیت ترینش اونه، برای اینکه یک جابجایی در نهاد حکومت و دین شد. صحیح. و این اتفاق سابقه نداشت در تاریخ و طول تاریخ ایران. روحانیت از روحانیت خودش تهی شد. نمونهش میبینیم که مراجع تقلید بزرگی هستن با تبختر خودشون رو مرجع تقلید شیعیان جهان مینامند و ولی در به اصطلاح اختلاس ها و دزدی ها و غارت اموال عمومی نقش دارن. من. دیگه چی میخوان وقتی مرجع تقلید اسمش در غارت ها در میاد دیگه از بقیه خب چه انتظاری هست. دین رأساً نقش سرکوبگر و زورگو رو عهده‌دار شد. دین که در واقع میباید نماد معنویت و فلاح و رستگاری مؤمنان باشه و در واقع شفاعت مؤمنان رو در اون دنیا بکنه، خودش تبدیل شده به زورگو و سرکوبگرد و در حالی که برای چنین موقعیتی تربیت نشده بود، برای اداره مملکت روحانیت ساخته نشده بود، این چنین روحانیت رو تربیت حوزه های علمیه رو وقتی درست کردند درست نکردند که براش وزیر و نمیدونم وکیل و مدیر اقتصادی و رهبر ارتش و اینها در حوزه های علمیه تربیت کنند. سنتاً چنین به اصطلاح اتفاقی در طول تاریخ ایران بی سابقه است. در واقع همه اینها، همه این چیزی که من ازش به عنوان یک گسست در سه بعد یاد میکنم، موجب خسارات و ویرانی بزرگ جانی و مالی و به خصوص خسارات معنوی و فرهنگی و اخلاقی در ایران شده که کمتر از این صحبت میکنن. همه بیشتر به این میپردازن که چقدر سرمایه های مملکت به باد رفت، چقدر کشته دادیم که البته خیلی عظیم است و خیلی وحشتناک است کشته ها و چه در جنگ چه در اعدام ها و غیره، اما اون خسارتی که به اخلاق و به بنیادهای اخلاقی و معنوی جامعه ایران خورده که غیر قابل به اصطلاح بررسی هست و غیر قابل
کشف هست که چقدر بوده، تا هنوز کسی این رو بررسی نکرده، بسیار بسیار وحشتناک است. خب ببینیم مثلا 40 سال پیش یه همچین دیدی نداشتیم، یا 38-39 سال پیش یک چنین شناختی از جامعه روحانیت وجود نداشت، پس از گذشت 40 سال به وجود آمده، درسته؟ خب الان مردم بیشتر پی میبرند، ولی همون موقع هم خیلی کسانی بودن که به این مسئله فکر میکردن که اگر قرار است دین به اصطلاح جای چکمه پوش و سلطان مستبد به اصطلاح سنتی رو بگیره، پس تکلیف دین چی میشه، تکلیف سلطنت. ببینید این جابجایی این اتفاق رو همه به نوعی حس میکردن، ولی اونچنان به ابعاد و نتایجی که بعدن به مرور نشون داد خودش رو کسی توجه نمیکرد، برای اینکه همه غرق در واقع یک جور به اصطلاح این انقلابیگری و این به اصطلاح این هذیانی که به اصطلاح جامعه انقلابی اون مردم رو و به اصطلاح انقلابی رو بهش دوچار کرد بود، فرصت این فرصت رو به دست نمیداد که به این مسائل بیاندیشن و فکر کنن. جبه استثنایی که بود دیگه، و همین ترتیب هم دیدیم که مثلا حرف بختیار رو اصلا ملت نتونست بگیره. دقیقاً بختیار انسان منحصر به فردی بود که این واقعیت رو میدونست و فهمیده بود، وقتی که میگفت که دیکتاتوری نعلین از دیکتاتوری پوتین و چکمه خطرناکتره، این رو حس کرد بود. حالا به صورت روشن و واضح و علتش رو اینها رو یا فرصت نیافت یا گفته نشد، اما اینو احساس کرده بود. من یه نکته دیگر هم اشاره میکرد که محتوای حکومتی که آقای خمینی اعلام کردهش مشخص نیست. من مرور کردم گفته‌هایشون رو در اون روزها، چند بارشون تاکید داشت که آقا این حکومت اسلامی که آقای خمینی داره نویدش رو میده، ایشون نخست وزیر بود داشت این رو میگفت، هیچ محتواش مشخص نیست، کسی گوش نمیکرد. یعنی چی محتواش مشخص نیست؟ آقا یه روحانی داره میاد مملکت رو داره نجات میده از دست شاه، توجه کردین دید اون روز یک چنین چیزی بود؟ یعنی چی محتواش؟ یه روحانیت دیگه جایگاه خودش رو داره دیگه، عدل و انصاف و همه در واقع غرق اون عواطف احساساتی و رمانتیسم انقلابی و هذیان عمومی که گرفته بود جامعه رو و فکر میکرد و دروغ و فریب و تقیهی که به اصطلاح آخوند روحانیت متخصصش هست به دلیل سالها قرنها سنتی که داره و فریب دادن مردم. در واقع اینا تقیه میکردن و دروغ میگفتن، معلوم بود که قصدشون حاکم کردن حکومت تئوکراسی، حکومت آخوند و روحانیت هست و اینو خب میپوشوندن و مردم هم به اصطلاح میت بود، میت انقلاب و میت مذهب بود در ذهنشون، از عدل علی یک چیزهایی در خوابها و رویاهاشون بود و اینا از این استفاده میکردن که عدل علی که معلوم نیست چی هست و کی بوده و کجا بوده و چی بوده، در این بازی میکردن با عواطف دینی و عواطف به اصطلاح روحانی و اون اعتقادات عمومی مردم. آقای جلیلی، پس در اون دوران جامعه شناخت واقعی از روحیه و کاراکتر روحانیت نداشت؟ نه، متاسفانه به دلیل اینکه به اصطلاح اون نسلی که انقلاب مشروطیت رو در ایران به انجام رسانده بود از میون رفته بود. صحیح. و بعد یک گسست بزرگ فرهنگی در واقع روشنفکری ایجاد شد، چون از نظر شخص خود من فکر میکنم ما بعد از روشنفکر واقعی ما در دوران مشروطیت داریم. اون چه که بعد از مشروطیت اومد گسست است. روشن، وقتی میگم روشنفکر منظورم کسانی است که در به اصطلاح به تأثیر از انقلاب فرانسه و به تأثیر از به اصطلاح عصر روشنگری سعی کردن اون ایده های نو، ایده های انسانگرایانه، اومانیستی انقلاب کبیر فرانسه رو به زبان ایرانی، به زبان به اصطلاح مردم فهم ایران در دوره خودشون منتقل بکنن به ایران. حاصل اون شد انقلاب مشروطیت و کسانی که باقی بودن در اون دوره هدایت فکری جامعه رو به عهده داشتن میراثداران انقلاب کبیر فرانسه بودن، کما اینکه خب قانون اساسی مشروطیت در واقع به نوعی اقتباس از قانون اساسی بلژیک بود. درسته. اون متاسفانه بعد از تا قبل از شهریور 1320 هنوز تک و توک و به اصطلاح اون سنت روشنفکری در ایران وجود داشت، اما بعداً به نظر من به دلیل انقلاب روسیه و تشکیل حزب توده در ایران مسیر روشنفکری اصلا جای جور دیگری شد و
که من اسمش انتلکتوالیسم میذارم که اون بی ارتباط بود با به اصطلاح با روشنفکری عصر مشروطیت. این گسست باز شده بود که مردم ندونن که در انقلاب مشروطه چه گذشت و چه جنگ‌های فکری و به اصطلاح عقیدتی وجود داشت بین آزادی خواهان، بین اونهایی که دنبال تجدد بودن، دنبال حقوق حق بودن، قانون یک کلمه دنبال این بودن، و کسانی که دنبال سنت و اسلام اینها بودن. یعنی مسئله درگیری روحانیت و که سمبولش روحانیت سنتی که سمبولش شیخ فضل الله نوری بود فراموش شده بود دقیقا. و این رو کسی نمیدونست و بعدم این ایدئولوژی به اصطلاح استالینی غلبه کرده بود، بر همه جا تسلط داشت و این جریان به اصطلاح جنبش های چریکی و نمیدونم این مسئله تقسیم جهان به دو قدرت جنگ سرد، دو قدرت سوسیالیستی و جهان کاپیتالیستی و اینها، این همه ذهنها رو اشغال کرده بود، در خودش فرو برده بود و کسی فرصت این که ببینیم چی در تاریخ گذشته و ما در کجا ایستادیم و چه اتفاقی در مملکت ما داره میفته نداشت. اینا بر اساس منافع لحظه‌ای که الان چه کاری بکنیم که منافع به اصطلاح سوسیالیسم جهانی با اون منطبق باشه اینجوری فکر می‌کردن. یعنی مدار قطب نماشون در این جهت میاندیشید تو ذهنشون. تو فکر نتیجه میگیریم که در اون دوران ملت یا جامعه در کل دید مثبتی نسبت به روحانیت داشت، دید منفی نداشت. برای این که میگم برای این که روحانیت تا حدودی دور از به اصطلاح قدرت اجرایی سیاسی بود و به اصطلاح به اون معنویت میپرداخت و به مسئله دین و ایمان مردم به اون اتکا داشتن، سهم امامشون میگرفت و مردمان مظلومی هم بودن آخوندها. درسته. یعنی خب مسائل شرعی مردم رو پاسخ میگفتن، نمیدونم همیشه از اخلاق و واعظ بودن، در واقع موعظه میکرد و موعظه همیشه باید چیزهای قشنگ و زیبا و همراه با اخلاق عمومی اینها باشه و خب مردم دردی مشکلی هم که داشتن همیشه میرفت سنتا میرفتن پیش اینها. خب از این رو کسی توجه نمیکرد که چه در واقع چه افعیه افسرده ای اون زیر خوابیده. من این که میگم تمثیل مولانا به یادم میاد که تو یکی از داستانهای مثنوی میگه یک مارگیری، یک مار رفت از بغداد بیرون تو بیابون‌ها و اینا، یک مار افسرده و یخ‌زده ای پیدا کرد و این معرکه گیر بود و گفت عجب چیزی پیدا کردم و این رو باید برگردم به بغداد و معرکه را بندازم و خیلی کارم سکه میشه. و این مار رو آورد، وقتی آورد توی بغداد، آفتاب تند بغدادی به این مار افسرده تابید و یخاش آب شد و این مار زنده شد و شروع کرد بلعیدن. اول کسی رو که بلعید همون هنگامگیر به اصطلاح معرکه گیر چیز بود و بعد مردم بغداد که اومده بودن تماشا بکنه. در واقع این جوری بود، یعنی این بازی با اسلام سیاسی به این صورتی که حالت افسردگی داشت بعد از مشروطه به خاطر از دوران رضا شاه به بعد. البته محمد رضا شاه مقداری به اینها میدان داد و زنده کرد و اینها و اتفاقاتی افتاد که حالا جاش نیست که آیا روشنفکران نقشی داشتن نداشتن، فرصت نیست که در این زمینه صحبت بشه. و به هر حال این نیرو دوباره جون گرفت و کسی خبر نداشت که چه نیروی هولناکیه. دقیقا. از این اطلاع نداشتن و اتفاق این سهم سال 57 افتاد. بله، این سهم روحانیت که مردم در کل دید مثبتی نسبت به اون قشش داشت. ملت ایران طی این 40 سال در چه تحولی به وجود آمده؟ خب همین که عرض کردم، این زیر رویی هایی که شد و گفتم گسستی که پیش اومد، این اتفاقات که افتاد، خب مسلمه که همه چیز رو زیر رو کرد. فرهنگ رو زیر رو کرد، اخلاق رو زیر رو کرد، رفتارهای اجتماعی و انسانی، روابط رو زیر رو کرد. به قول عبید زاکانی اصطلاحی داره، مذهب منسوخ، مذهب مختار. اونهایی که مذهب منسوخ، یعنی اون ارزش‌ها و معیارهایی که قبلا وجود داشت و مردم بر اساس اون روابط خودشون رو با هم تنظیم می‌کردن، اونها رو نمونه نماد اعلای اخلاق و انسانیت و رفتار آدموار بین همسایگان و بین خودشون می‌دیدن، اینا همه منسوخ شد، شد مذهب منسوخ. و مذهب مختار، اون به اصطلاح
روابط جدید و اون فرهنگ جدید و اون شیوه زندگی جدید و اون ذهنیت جدیدیه که حاکم شده به دلیل زیر رویی ها، به دلیل که اون دوره مغول در زمان عبید زاکانی که هم عصر حافظه میدونیم که حمله مغول اتفاق افتاده بود و مغول ها ویران کرده بودن، همه چیز رو زیر رو کرده بودن. در واقع همچین اتفاقی افتاده و ما یک مذهب مختاری الان هست که این همه معیارها رو اینها دارن تعیین میکنن و مدل مردمن، مدل جامعهن، اینها همه کاره مملکتن، فرهنگ رو اینا تعیین میکنن که مثلا من نویسنده چه کلمه‌ای رو به کار ببرم، چه کلمه‌ای رو حق ندارم به کار ببرم، نمیدونم هنرپیشه چه فیلمی رو حق داره بازی بکنه، چه حق کارگردان چه کاری میتونه بکنه، چه هر چی در هر عرصه‌ای که شما نگاه بکنید هنر همینطور. خب اینا فرهنگ جامعه رو هدایت کردن، وزارت ارشاد در واقع اداره سانسور رو به جای اداره فرهنگ گذاشتن، وزارت فرهنگ که نقشش به اصطلاح توسعه فرهنگی بود، کمک حمایت دولت از فرهنگ جامعه، از نیروهای استعدادهای درخشان جامعه برای رشد فرهنگی بود، تبدیل کردن به یک وزارت سانسور و یک وزارتی که کادر درست میکنه و به اصطلاح یک فیلتر و لوله‌ای درست میکنه و همه رو میخواد از این لوله رد بکنه. خب این در این چی میخواییم به وجود بده؟ چه فرهنگی میخواییم ساخته بشه؟ خب حالا تایی این 40 سال بعد ملت در چه جایگاهی بود و پس از تجربه 40 سال درش تغییر و تحولاتی میشه؟ دقیقاً بلد. البته این دگرگونی سیلاسا شامل علاوه بر اینکه به اصطلاح کل ایران رو در بر گرفت، شامل البته شامل که میگم به هر حال خود این که چند میلیون 6 میلیون ایرانی در خارج از کشورن، درسته اومدن حالا بین 4 تا 5 میلیون حالا خودشون میگن 6 میلیون. خب این یکی از نتایجشه، یعنی اینکه خب یکی از این نتایج هزاران بدبختی و فلاکتی که در جامعه وجود اومده، یکیش گریز مردمه، چون نمیتونن تاب اونجا رو خیلی ها نمیتونن نمیارن. یعنی یه جامعه درست کردن که منطبق نیست با به اصطلاح آرزوها، با خواستها، با آرمانها، با شیوه زندگی بسیاری از مردم ایران. ناچار وطنشون رو با هزار بدبختی ترک میکنن که یه جا بتونه نفس بکشن. خب این مهاجرت، خب مسئله مهاجرت شما در تخصصتون هست و با خیلی صحبت میکنین و این یکی از نتایج بسیار مهمی بود که در واقع مردم راه گریز پیدا میکنن و به دنبال راه گریز هستن که کشورشون رو متاسفانه اونم بهترین نیروها، یعنی کارکشته ترین، ورزیده ترین، آزموده ترین و باهوش ترین آدم ها مهاجرت میکنه، یعنی کشور از مغزهاش، از توانایی هاش، از همه چیش خالی میشه، نه اینکه نیستن در این مسلمه هم بیشتر اکثریت کشور 70 میلیونی همیشه باز تولید میکنه هستن، ولی تا اونجایی که میتونن کسانی که توانایی دارن میخوان از اونجا بیان بیرون. چرا؟ چون شرایط طوری هست که همه به دنبال فرار و گریز از دست دارن. پنج میلیون ایرانی مهاجر. ایران دوم ریاضی بلکرم اونجا پناهنده شدم. این کاری رو که کردم نامشو فرار گذاشت. کوچ بزرگ ایرانیان. پس من یه موجود بیخانه هستم. آقای گنجی من نمیدونم چقدر جنایت کردی. زوق نزن که بچت اوکی اوکی بزن. من الان هم در شرایط ترور زندگی میکنم. همون روز من استعفا دادم. از اون جهنم حکومت اسلامی نجات بده. بعد از این طلبه ها بعد از انقلاب اعدام شدن. منو توی گونی بکنن، آویزون کنن، با کاب بزنن. هیچ وقت کشور بیگانه وطن آدم نمیشه. از هر 4 نفر آواره یکیش ایرانیست و این 5 میلیون آینده ساز ایران خواهند بود. به ادامه این گفتگو در هفته آینده توجه فرمایید. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را، هنوز را.